اندونزیایی چه گذشت؟ خانم میرسانه و سلام بر بینندگان خبر 14. اجازه بدید اول بگم که الان کجا هستیم. اینجا محل استقرار وزیر امور خارجه کشورمون در ژنو هست. در این اتاق دیدارهای وزیر امور خارجه انجام میشه و گروه‌های مختلف از وزرای امور خارجه تا رؤسای سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اینجا میان برای اینکه با وزیر امور خارجه کشورمون ملاقات داشته باشن. درباره سوال شما، دیدار با وزیر خارجه نروژ و اندونزی، باید بگم که اینها دیروز بود و وزرای خارجه درباره مسائل دو جانبه به ویژه جنگ اوکراین، فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران گفتگو کردند. اما امروز هم دیدارهایی وزیر امور خارجه کشورمون خواهد داشت، هم با مقامات اروپایی و هم مقامات غیر اروپایی. اما یکی از خبرهای مهم امروز سخنرانی وزیر امور خارجه کشورمون در کنفرانس خلع سلاح بود. محورهایی رو داشت آقای امیر عبداللهیان در سخنرانیش که میخوام بهش اشاره بکنم. درباره بحران اوکراین تاکید کردم برای اینکه تنها راه حلش گفتگو هست و یک مسئله مهم این که ایران هیچ یک از طرفین رو مسلح نخواهد کرد و به اونها سلاح نمیده. درباره برنامه هسته‌ای ایران آقای امیر عبداللهیان اعلام کرد که اگر آژانس همکاری فنی بخواد ایران کاملا آماده هست که این همکاری رو داشته باشه، اما اگر سیاسی باشه و سیاسی کاری در کار سازمان باشه این همکاری خب با اما اگرهای روبرو میشه و تاکید بر اینکه جهان عاری از سلاح هسته‌ای باشه. اینها مهمترین محورها در کنفرانس خلع سلاح بود. اما بریم سراغ یک دیدار مهمم که دیشب انجام شد، دیدار با گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبتاً مفصل پشت درهای بسته. من در این مورد گفتگو کردم با آقای کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه که چه خبر بود در داخل این دیدار. یکی از مهمترین محورها بحث تحریم‌های اقتصادی ایران هست که اونجا دربارش گفتگو شده و طرفین گفتگو کردن که درباره اقدامات در حال انجام برای گفتگوی رفع تحریم‌ها چه کارهایی باید انجام بدن و همینطور درباره اینکه همه طرف‌ها برگردن به برجام و درباره سفر آقای گروسی دبیرکل مدیر کل سازمان آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در این دیدار گفتگوهای انجام شده. خیلی ممنونم از شما خانم میرسانه. تا عصر امروز دیدارهای وزیر امور خارجه در ژنو ادامه خواهد داشت و یک مصاحبه تلویزیونی هم با یک رسانه آمریکایی برای آقای امیر عبداللهیان در اینجا برنامه ریزی شد.